شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از دانشگاه واترلو در آنتاریو با ماست و سینا عزودی پژوهشگر روابط بین الملل در شورای آتلانتیک. دیگه نیستین؟ نه ببخشید، این عنوان قدیمی تونه همینطور تو سیستم آوردن اینجا به ما پیوسته. ممنونم از هر دوی شما. با آقای خلدی شروع میکنم. گزینه‌ها همینطور به نظر داره بیشتر و بیشتر میشه، ولی تأخیر هم داره بالا میره. چقدر فکر میکنید که ممکنه اتفاقا اسرائیلی‌ها برخلاف اون تصور اولیه که ممکنه یک جواب دندان شکن بدن، خیلی به روی کرده میانه رو تری مثل مثلا یک حمله سایبری رضایت بدن؟ درود بر شما جناب فرزاد و جناب آقای دکتر حضرتی. عرض کنم بزرگتون که ببینید، اونچه که به نظر من میرسه این هستش که اگر به تاریخ 30 سال گذشته نگاه کنیم و خیلی عقب نریم، این وضعیتی که اسرائیل با جمهوری اسلامی داره یک وضعیت واقعا منحصر به فردی هست. خیلی از مسائلی که ما امروز میبینیم، مثل همین جنگ سایبری که توی گزارشتون فرمودین و مانند اون، اساسا در واقع محلی از اعراب نداشت. توی مقاله‌ای که من فکر کنم برای شما فرستادم در سال 2016 اسرائیلی ها منتشر کردن، نشون دادن که اتفاقا جنگ سایبری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یکی از مهمترین جبهه هاست، اگر نه مهمترین جبهه، به خاطر تأثیری که روی تمام مسائل زیربنایی کنترل و فرماندهی در واقع مبارزه نبرد بین دو کشور و البته بین اسرائیل و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی داره. یه چیزی که ما نباید فراموش بکنیم توی این بازی این هستش که جمهوری اسلامی یک در واقع آوانتاژی رو داره نسبت به اسرائیل که اسرائیل اون رو نداره، و اون مجموعه نیروهای نیابتی تابون دندان مسلحی هستش که دورور اسرائیل داره. بنابراین متاسفانه برای اسرائیلی ها البته این رو وقتی که شما با کسایی که در سطح به عنوان سرگرد سرهنگ در سطح عملیاتی توی میدون فعالیت میکنن، و من بختش رو داشتم که با بعضی از اینا همکلاسی بودم 20 سال پیش و الان به عنوان رزرویست اینا اومدن به این درجه رسیدن، یک شکایتی که میکنن این هستش که چرا ما توان بازدارندگیمون رو وقتی که میدیدیم تمام این نیروهای نیابتی داره بالا میره، مثل اون سالای 2017-2018 که تقریبا میشه گفت 120 خورده 200 حمله اسرائیل کرد برای کوبیدن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی توی سوریه، چرا این رو ادامه ندادیم؟ چرا متوقف کردیم؟ پس این رو در نظر داشته باشید، با وجود اینکه هی صحبت از توانایی تکنولوژی که اسرائیل میشه، این جنگ همچین ها هم برابر نیست. آقای عزادی، چقدر فکر میکنید که این تصوری که اسرائیل یک توان بسیار بالای فناوری و نظامی داره و جمهوری اسلامی اتفاقا خیلی هم توانی نداره برای مقابله با او، با این حملات اخیر جمهوری اسلامی به چالش کشیده شده؟ به نظر من زیاد. اول که مرسی که عنوان من رو درست کردین. ببینید، اسرائیل، سیاست آمریکا در قبال اسرائیل همیشه این بوده که اسرائیل از لحاظ نظامی، هم از لحاظ کمیتی، هم از لحاظ کیفیتی بهترین رو در منطقه داشته باشه. مثال خیلی ساده میزنم، هواپیمای F-15 که آمریکا به عربستان سعودی میفروشه، از لحاظ کیفیت سیستمای ایویانیکش، آتشش و و و و ضعیف‌تر از اونی هستش که به اسرائیل میده، و آمریکا در ضمن کمک تسلیحاتی و تکنولوژی میده که اسرائیل F-15 های خودش رو مثلا اینجا مثال آوردن بهتر بکنه. در این شکی نیستش. اسرائیل تنها کشوری که در خاورمیانه 90 کلاهک اتمی داره، ولی برای اینکه دیگران نرن سراغ کلاهک اتمی، شخص اذعان نکرده که کلاهک اتمی داره. ایران به خاطر تحریم تسلیحاتی، به خاطر دلایل مختلفی که بوده از زمان دهه 90، نیروهای مسلحش به اصطلاح ارتقا سازی نشدن، و سیاستی که اینها در پیش گرفتن، سیاست برنامه اتمی هم همین بوده، این در مقابل چه سیاست نظامی هم همین بوده که سیستم هایی که ساده هستن
قابل ساخت هستن در داخل مملکت ولی کار میکنن، همون سیستمی که مثلا روسا میکنن. وقتی برنامه اتمی نگاه میکنه همین سیستم برنامه موشکی ایران همینطوره، یا پهپادهایی که ایران استفاده میکنه قیمتهای خیلی پایینی دارن، خیلی ارزونن، خیلی ساختشون ساده است، ولی کاری که باید انجام میده انجام میده. به نظر من و چیزی که در ظرف دو روز گذشته من تو اخبار میدیدم اینه که هم آمریکایی ها هم اسرائیلی ها یک حالت غافلگیری اطلاعاتی داشتن که ایرانی ها میان و اون حمله رو 100% از داخل خودش خاک خودشون انجام میدن. یعنی اگر خاطرتون باشه وزیر خارجه وزیر خارجهشون اسرائیل بود که گفته بود اگر از داخل ایران حمله بشه ما به داخل ایران حمله میکنیم، و دقیقا همون اتفاق شدش. به نظر من اینی که و این در مورد پاکستان هم بگم، ببینید الان ایران تنها کشوری شده که من میشناسم ظرف 5 ماه یا 4 ماه گذشته به 2 کشوری که سلاح اتمی دارن حمله کرده. این تمام اون داستان بازدارندگی اتمی و اینجور چیزها رو زیر سوال میبره، و اینی که حالا اسرائیلی ها چه کار خواهند کرد سوالی که آپشن های مختلفش انتخاب های مختلفشون هست، حالا باید دید واقعا که چه کار میکنه. پیشبینی شما چیه؟ امیدم اینه که دولت آقای نتانیاهو از چیزی که از پیشنهادی که دولت آقای بایدن و اروپایی ها دارن میدن پیروی بکنه و اینو بگه این من بردم، ایرانی ها هم دارن میگن ما بردیم، و همه برن خونهشون. ولی فکر میکنم به دلیلی که آقای نتانیاهو برای زندگی سیاسیش این جنگ واقعا حیاتیه، زمانی که این جنگ تمام بشه احتمالا باید بره زندان، برای همین این جنگ ادامهش به نفعشه و کاری خواهد کرد. حالا اینی که دقیقاً چه کاری خواهد کرد، میگم انتخاب ها زیادن، من حدسم اینه که الان دارم میرم به سمت اینی که در خارج از ایران به پایگاه هایی که مثلا سپاه داره حمله بکنن، ولی مشخص باشه که اسرائیل این کارو کرده. مسئله جنگ سایبری اینه که همونطور که آقای جناب خلدی هم گفتن، ایران و اسرائیل سالهاست در جنگ سایبری هستن با هم، سالهاست که به منافع هم حمله میکنن، و یک قانون نانوشته بود بینشون که من به منافع تو من حمله میکنم، تو میدونی که من این کارو کردم، تو هم به منافع من حمله میکنی، من میدونم که تو این کارو کردی، ولی از یه سری خطی رد میشه. اون جنگ سایه‌ای که من سال 2018 نوشتم در موردش، ولی بعد از اون حمله‌ای که به کنسولگری ایران میشه اون از اون خط دیگه ما رد کردیم دیگه، یعنی عملا ایران و اسرائیل در جنگ در روشنایی هستن با هم. آقای خلدی چقدر فکر میکنید اگر اسرائیلی ها پاسخ مهمی ندن یک تغییر پارادایم عمده در منطقه به وجود خواهد اومد که بعد روی بنای اون جمهوری اسلامی شروع خواهد کرد به امتیازگیری هم از منطقه هم از کشورهای مثل ایالات متحده؟ خب اساسا این روش جمهوری اسلامی هست که بتونه با همونجوری که جناب آزادی فرمودن با در واقع ساده ترین تسلیحات بیشترین امتیاز رو بگیره، ولی زیر آتش سنگین، یعنی اکونومیکس آف سکیل همیشه وجود داره، و بعد یک استراتژی مظلوم نمایی هم نشون بده. یعنی یک زمانی حداقل تا سال 1979 اسرائیلی ها بزرگترین مظلوم منطقه بودند، ولی آقای سادات اومدن قرارداد کمپ دیوید رو بستن و گفتن که دیگه هیچ بزرگترین کشور عربی نمیخواد اسرائیل رو نابود بکنه. یک دفعه توپ افتاد توی زمینشون و از ویکتیم یا قربانی به ویلن یا چی میگن اون نیروی ستمکار در واقع تبدیل شدن در اندیشه خیلی از اروپایی ها. الان مشکلی که وجود داره اینه که جنگ روانی بسیار مهمتر هست، و اون سیاستی که اسرائیلی ها همیشه داشتن که به صورت زجرکش با دشمنانشون عمل بکنن، اون سیاست خب در مورد سازمان آزادی بخش فلسطین، PFLP، سازمان‌های دیگه، حزب الله، تمام اینا قابل اعمال هست. این رو سعی کردن در مورد جمهوری اسلامی پیاده بکنن. آقای نتانیاهو 3 ماه پیش گفتش که ما داریم جمهوری اسلامی رو توی خاکش می‌زنیم. این رو گفت یک
خود شما هم پوشش دادید توی یک کنفرانس خبری. خب خیلی از این دانشمندایی هستی که کشته شدن گفته میشه که کار عوامل اسرائیل بوده، اون کارخونه پهپادی که در غرب ایران زده شد کار اسرائیل بوده، نه طنز میگن کار اسرائیل بوده. من فقط یک مورد خیلی با جناب عزادی و خیلی از همکارای دیگه موافق نیستم. ببینید جمهوری اسلامی سال هاست که داره سعی میکنه که این نیروهای نیابتی خودش رو به خصوص در سوریه همقد حزب الله بکنه و اسرائیلی ها همیشه به جمهوری اسلامی از طریق روسا گفتن که این خط قرمز برای ما هست. اونها معتقدن که و این مسئله فقط آقای نتانیاهو نیست، این مسئله سیاست اسرائیل توی 30 سال اخیر. اونها معتقدن که جمهوری اسلامی چندین و چند بار خطوط قرمزی رو که اونها معتقدن زیر پا گذاشته و در این مورد باید عمل میکردن. و آقای نتانیاهو، بله من موافق هستم که ایشون این جنگ براش از نظر سیاسی برای بقاش مهمه، ولی از اون مهمتر به نظر من برای یک سیاستمدار اسرائیلی مثل آقای نتانیاهو که سابقه فرماندهی ارتش اسرائیل رو نداره، مثل خیلی از سیاستمدارهای دیگه همتای خودش، مسئله میراث تاریخی هست که از خودش باقی میگذاره. درست در وقتی که 6 بار این آدم تا الان توی 30 سال گذشته نخست وزیر شده و همیشه با چماق امنیت اومده همتایان خودش رو در سیاست داخلی شکست داده، 2 بار بازدارندگی اسرائیل به بدترین وجه به نظر من، یکی در 7 اکتبر، یکی هم همین چند روز پیش به وسیله جمهوری اسلامی، به چالش کشیده شده و نتانیاهو نمیتونه یک جوابی بده که عرض کنم به حضورتون شیر برنج باشه به قول بچه تهرونی. آقای عزودی، اگر اسرائیل واقعا پاسخ جدی نده، برخلاف اینکه خیلی ها الان دارن میگن هر دو طرف بردن و نمیدونم جمهوری اسلامی موفق نبوده، واقعیتش اینه بالاخره موشک‌های جمهوری اسلامی رسیده به آسمان اسرائیل، چند تاش هم فرود آمده، اتفاقا در پایگاه‌های نظامی هم فرود آمده. حالا اینکه چقدر خرابی داشته یه بحث دیگه است. قدرتی که کسی فکر نمی‌کرد دست به چنین کاری بزنه، دست به چنین کاری زده حالا. ولی خب قمار هست برای جمهوری اسلامی هم دیگه. اگر اسرائیل اونطوری که NBC نیوز گزارش داده واقعا شروع به جنگی بکنه که پای آمریکا رو هم حتی اگر آقای بایدن نخواد بکشونه به جنگ، چقدر فکر میکنید که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به طور گسترده تر آمادگی چنین رویارویی رو داره؟ آمادگی رویارویی با آمریکا، اسرائیل و آمریکا همزمان. ببینید، اگر ایران در قرار باشه با آمریکا با نیروهای مسلح آمریکا درگیر بشه، اسرائیل اصلا باید گذاشت کنار، یعنی احتیاجی نداره دیگه نگران اون باشه. ولی من فکر میکنم در تهران این آگاهی وجود داره که اگر ایران با اسرائیل بخواد مستقیما درگیر جنگ بشه، این به صورت اتوماتیک یعنی جنگ با آمریکا. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه که زمانی که اسرائیل درگیر جنگ هستش بشینه کنار و بگه من نمیخوام درگیر بشم، چه دموکرات باشه چه جمهوری خواه باشه. بنابراین من فکر میکنم این بینش وجود داره و احتمالش هم هست الان دیگه. احتمالش هست. من میگم اینی که توانایی که برای ادامه جنگ هستش، من مثال جنگ جهانی دوم زیاد دوست دارم استفاده بکنم. یکی از دریادارای ژاپنی یاماتو گفته بودش که ما اگر با آمریکا درگیر جنگ بشیم، من برای 6 ماه میتونم تضمین بکنم که ما میتونیم جنگ رو ادامه بدیم، بعدش دیگه نمیدونم. الان من میگم اون 6 ماه خیلی کمتره. درش شکی نیستش که یه قدرت نظامی درجه اول، بهترین ارتش دنیا، بهترین و همه چیز رو داره، تسلیحات اتمی داره، با یک قدرت درجه 3 قدرت، ولی غیر متعارف و غیر متعارف، بل اون که اساساً جای خود داره، نمیتونه، یعنی اون کشور مثل ایران نمیتونه با آمریکا درگیر جنگ مستقیم بشه. بنابراین و تاریخی هم وقتی نگاه بکنید، مثلا سال 2003 که آمریکا به عراق حمله کردش، در تهران همه کار کردن برای اینکه آمریکا به ایران حمله نکنه. حالا میشه بیشتر در موردش صحبت کرد، اون پیام معروفی که به سفارت سوئیس تحویل دادن که آمریکایی‌ها بهش توجه نکردن، گذاشتن برنامه اتمی کنار، همه اینها این کارا رو کردن که با آمریکا درگیر جنگ. چون من فکر می‌کنم هیچ کسی، یعنی مگر اینکه کسی واقعا دچار
نمیدونم چه اسمی بذارم روش، این بینش و برداشت بسیار غلطی باشه که ایران میتونه جنگ رو با آمریکا ادامه بده. ولی اینم باید بگم که چون اسرائیل همیشه برنامهش این بوده، آقای نتانیاهو مخصوصا برنامهش این بوده که آمریکا رو درگیر جنگ بکنه، من فکر میکنم که در تهران همه کار خواهند کرد برای اینکه این به یک جنگ تمام عیار کشیده نشه. ممنونم از هر دوی شما، سینا عزادی پژوهشگر رابطه بین الملل و شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و رابطه بین الملل از آنتاریو.